تبریک شنیدید جان. و سفیر ایالات متحده در افغانستان ضمن استقبال از تصمیم فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا روی ممنوع قرار دادن کرامالدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان اظهار امیدواری کرده است که حکومت افغانستان از اعاده عدالت اطمینان حاصل می کند. اتهامات علیه کریم توسط 5 دختر عضو تیم فوتبال دختران مبنی بر سوء رفتار جنسی آغاز شد. این موضوع را با مهمان این ساعت برنامه در کابل به بحث می نشینیم. خانم روشن غزنوی فعال حقوق زنان را با خود داریم. خانم غزنوی سلام به شما، سپاس از حضورتان در برنامه. حکمی که توسط لوئیس سارنوالی علیه آقای کریم صادر شده به نظر شما مهم است و تحول را در این قضیه رونما خواهد ساخت یا خیر؟ سلام بر شما و سلام به تمام بینندگان صدای آشنا. و در قسمت ای که حکم بازداشت یک انسان جنایتکار صادر شد ما بسیار خوشحال هستیم، به این خاطر که شما شاهد هستین، تمام مردم دنیا شاهد است که زنان در افغانستان قربانیای زیاد را متحمل شدن، چی در دوران جنگ و چی در 18 سال یا 20 سال اخیر که ما خواستیم که پا بر صحنه بگذاریم و حق و حقوق ابتدایی ما را به دست بیاریم. وقتی که یک دختر با در افغانستان میخواد ورزش بکنه، 7 فرسخ مشکلات باید پشت سر بگذرانه و بسیار مبارزه بکنه، اولا با خانوادهش، باز با اجتماع مردسالار و پدرسالار، که تمام از اینا چالش ها و مشکلاتی است که سر رای یک زن یا سر رای یک دختر در افغانستان قرار داره تا که بتونه مثل برادرش یا مثل انسان های دیگه کره خاکی ورزش بکنه. اما بله. وقتی که اینا با تمام مشکلات با خانواده مبارزه میکنه، با اجتماع مبارزه میکنه، با اجتماع پدرسالار مبارزه میکنه، با تمام این مشکلات وارد صحنه ورزش میشه یا وارد میادان ورزش میشه، بدبختانه از سوی بعضی از جنایتکارای مثل کرامالدین کرام یا افراد دیگه که در قسمت نقش دارن و اینا بدبختانه کس با واسطه، با پول، با منصب های قومی آمدن وارد دنیای ورزش شدن. بله. یا وارد دنیای سیاست شدن، اینا بدبختانه که از زنان سوء استفاده میکنه و از مقام و منصب که داره علیه زنان استفاده میکنه. باز هم یک خشونت دیگه را اجرا رونق میده که بعض اکثریت دخترها به خاطر از اینکه آبرویشان حفظ باشه، به خاطر از اینکه در اجتماع بد نام نشه، به خاطر از اینکه دیگه اعتماد را که خانواده نسبت به اینا داره از بین نره، قبول میکنه و سر تعظیم میاره دم قابل ای. و در قسمت ازی که بگویم که کار خوب شده، بله، این قضیه یکی از برجسته‌ترین قضایا در پیوند جنبش میتو در افغانستان محسوب میشه. یک گروه از دخترها با خود جرأت میتن و این شکایت ها را درج میکنن. به نظر شما در یک جامعه سنتی مثل افغانستان که انگشت انتقاد همیشه به سوی زن دراز است، تا چه حد این قضیه میتونه به دخترای دیگه را تشویق و ترغیب کنه که اگر با سوء رفتار مواجه هستند با خود جرأت بتن و علیه از او شکایت کنند؟ ما در جامعه زندگی میکنیم که بارها قربانی دادیم و یک قربانی دادن دیگه ای هست که ما صدای ما را بلند بکنیم و خاموش نباشیم. اگر خاموش باشیم، ایره مطمئن باشین که افراد دیگه که جایگزین کرامالدین کرام میشه، افراد دیگه که در ادارات دیگه هست، افراد دیگه که نقش داره در تعیین سرنوشت مردم افغانستان، افراد دیگه که بدبختانه اونا را نمیشه انسان نامشانه گذاشت، حیوان صفتایی هستند که در ادارات جایگزین شده و در ادارات اینا مدیر، رئیس و صاحب منصب شده، اینا بیشتر جرأت به خود میتن که از زنان سوء استفاده بکنه. شما شاهد هستین چند روز پیش حتی سیاسیون افغانستان به خاطر از اینکه رقیبش سرکوب بکنه، به خاطر از اینکه بخواید دنیای سیاست مخشوش بکنه و رقیبش سرکوب بکنه، بدبختانه بازم زنان را قربانی کرد و آمدن گفتن که زنان که مقرر شده، زنان که در اجتماع آمده کار میکنه، زنان شاغل، همه بدبختانه که فاحشه هستن و اینا به سوی خاطر از اینکه بتونن منصب به دست بیارن، به خاطر از اینکه بتونن وظیفه به دست بیارن، بدبختانه که اینا به سکس تن دادن. که ما خواهش میکنم از سیاسیون افغانستان که رقابت میکنن، رقابت سالم بکنن، باز هم زنای افغانستان قربانی نکنن. درست است که در ادارات افغانستان فحشا وجود داره، بدبختانه فساد وجود داره. بله. در مقابل به نظر شما این حکم را که لوئیس سارنوالی صادر کرده، تصمیم را که فیفا در قبال موضوع گرفته، تا چند میتونه من یک زنگ هشدار
و مردان مقتدر دیگه که از قدرت خود برای ترغیب زنان استفاده میکنن. برخی از زنان متاسفانه به او تن میتن سکوت اختیار میکنن در بدل کرسی و مقام و برخی علیهش مبارزه میکنن. تا چند میتونه زنگشتار برای از این مردها باشه تا در افغانستان نگران رسوی رفتار خود با زنان باشن و بفهمن که عواقب خوبی را نخواهد داشت؟ این یک شروع بسیار خوب است، یک شروع بسیار خوب است و یک امیدواری بر زنای افغانستان و بر فعالین حقوق زن و کسایی که بارها قربانی دادن و کسایی که بارها قربانی این مسئله شدن، یک شروع خوب است که لوی سارانوالی و همچنان فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم گرفت که این مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و این مثل قضایای دیگه پوت و پنهان نشد، مثل قضایای دیگه به دست اشخاص سپرده نشد که اونا از این قضیه بگذره و به یک نحو اینا رو بروی این قضیه خاک بپشانه و از این گذر بکنه، که این خبر بسیار خوش بود که بر ما زنانه که هیچ وقت تن ندادیم که اینا بخواین با پول صدای ما رو خاموش بکنه، با کرسی صدای ما رو خاموش بکنه یا با تهدید صدای ما را خاموش بکنه. مبارزه شروع شده با نوروزبه. خوشبختانه که من به این امیدوار هستم وقتی که 5 دختر جرأت ای را میکنه که در مقابل همچو یک انسان خبیث استاده باشه و 5 دختر دیگه هم جرأت ای را میکنه که در اداره دیگه مقابل رئیسش استاده شوه که تقاضای جنسی داره، تقاضای پول داره، فساد اداری را به حدش رسانده و همچون این روز به روز باعث از این میشه که دخترای دیگه تشویق شوه که دیگه سکوت اختیار نکنه و مبارزه بکنه و صدایشان در مقابل بی‌عدالتی بلند بکنه. ممنون شما. طوری که گفتین مبارزه علیه فساد اداری قربانی های زیادی میگیره، ممکن از دست دادن مقام و کرسی باشه و یا مزایای دیگه، برای در نتیجه اصلاحات را به بار خواهد آورد. ممنون از حضورتان در برنامه. تشکر. ممنون شما.